قیام در اوکراین و تحولات پرشتاب برای تغییر نظام. در پی خیزش‌های اعتراضی و پایداری سه‌ماهه معترضان در اجتماعات شهر کیف پایتخت اوکراین که هفته گذشته به مقاومت و درگیری‌های مسلحانه با نیروهای سرکوبگر رژیم اوکراین منجر شد و صدها کشته و مجروح بر جای گذاشت، آخرین تحولات حاکی از قیام در اوکراین و تحولات پرشتاب برای تغییر نظام حکومتی است. آخرین خبرها حاکی است که یانوکوویچ، رئیس جمهور خودکامه اوکراین که مورد حمایت حکومت روسیه بود، توسط پارلمان اوکراین برکنار شده است. پیش از این رسانه‌های بین المللی گزارش دادند رئیس جمهور اوکراین پایتخت را به مقصد نامعلومی ترک کرده و انبوه معترضان وارد محوطه اقامتگاه وی در حومه کیف شدند. محل اقامت رئیس جمهوری اوکراین در 15 کیلومتری کیف بدون گارد نگهبانی گزارش شده است. قبلا اعلام شده بود که رئیس جمهور اوکراین پایتخت را به منظور بازدید از خارکوف در شمال شرقی اوکراین ترک کرده است. با این همه شایعاتی مبنی بر خروج وی از کشور شنیده می شد. وی در پیامی مدعی شد که همچنان رئیس جمهور است و قیام کنندگان را تروریست خواند و اعلام کرد که در خارکوف مستقر است. در تحول دیگر رئیس پارلمان اوکراین نیز از مقام خود استعفا داد و نمایندگان پارلمان الکساندر تورچینوف از چهره‌های نزدیک به یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین این کشور را به عنوان رئیس پارلمان برگزیدند. تورچینوف با کسب 288 رأی موافق از پارلمانی با 450 کرسی توانست به مقام ریاست قوه مقننه تکیه زند. پارلمان اوکراین همچنین آرسن آواکوف، یکی دیگر از نمایندگان مخالف دولت ویکتور یانوکوویچ را به عنوان وزیر کشور برگزید. وی تا تشکیل دولت جدید ائتلافی مسئولیت وزارت کشور را بر عهده خواهد داشت. اکثریت نمایندگان پارلمان روز جمعه به عزل وزیر کشور رأی دادند. ساعتی پیش اعلام شد یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین این کشور آزاد شده است. همچنین نیروهای مسلح اوکراین گفتند در بحران سیاسی این کشور دخالت نخواهند کرد. اعضای پارلمان همچنین تاریخ برگزاری انتخابات را 25 ماه می حدود 3 ماه دیگر اعلام کردند. در روزهای قبل به دنبال حملات خونین پلیس به معترضان یانوکوویچ، رئیس جمهور اوکراین، وزرای خارجه فرانسه، آلمان و لهستان به فوریت وارد کیف شدند و در جریان مذاکرات با رئیس حکومت اوکراین و رهبران اپوزیسیون سند برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری و مجلس و اصلاح قانون اساسی امضا شد. در همین سند ذکر شده است که قانون اساسی اوکراین به سال 2004 برمی‌گردد. در کیف تظاهرکنندگان کماکان در میدان استقلال حضور دارند و اقدام به جشن و آتشبازی و ترقه‌بازی می‌کنند و می‌گویند تا مشخص شدن قطعی اوضاع میدان استقلال را خالی نخواهند کرد.